از فرمودید و جامعه طلبی هم در جلسات قبلی سخنگویی این معنا رو تشریح فرمودند. در واقع دولت ابتداءً بر مبنای کلیاتی از بانک‌های اطلاعاتی گوناگون با برقراری آزمون بورس با تکیه بر افرادی که دارای درآمدهای کمتری هستند اجرای طرح را آغاز کرد. شاید در گذشته ما به صورت اقشاری وارد موضوع پرداخت سبد کالایی شده بودیم در ادوار قبل و افرادی که توی جامعه دارای درآمدهای کمتری بودند به این ترتیب از لیست دریافت کنندگان خارج بودند، چون بعضی از کسانی بودند که نه معلم بودند، نه بیمه شده تامین اجتماعی بودند، نه در سایر بیمه ها. در حوزه روستایی بخشی از افراد که دارای بیمه های روستایی بودند مورد توجه و مطمئن نظر قرار می گرفتند، در که نبودند از دسترس خارج می شدند. لذا این بار بر مبنای آزمون وز با یک گرایش توجه به افراد دارای درآمدهای کم و پایین و متوسط به تدریج دولت اجرای طرح را آغاز کرد. همونطور که ملاحظه فرمودید در سه نوبت تقریبا، این عدد هر نوبت ممکنه کمی بالاتر کمی پایین تر بود، به 20 میلیون از مردم ایران که در این بررسی ها نشون میداد که در بخش درآمدهای متوسط جامعه و پایین جامعه هستند، این کمکی که در تمام سبد حمایتی معیشتی در نظر گرفته شد تقدیم شد. یعنی در واقع این نبود که از بالا کسانی دریافت میکردن ما اونا رو حذف کنیم، یعنی کلمه حذف در مورد این موضوع صادق نیست. کسانی که به تدریج بهشون پرداخت کردیم رو باید بهش بپردازیم. خب بر مبنای این معیارها به 17,700,000 خانوار در وهله اول که جمعیت بالا بر 56 میلیون نفر رو به خودشون اختصاص میدن، قریب به اون 60 میلیون نفر پرداخت صورت گرفت. البته خب از روز اول همونطور که حتما به اطلاع مردم شریف کشورمون رسید، یک کل دستوری رو با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معین کردن همکاران ما در اون حوزه فنی که ستاره 6369 مربع بود، که این کل دستوری رو شماره گیری می فرمودن مردم شریف و با وارد کردن شماره شهروندی خودشون، خود ملی خودشون، در واقع پیام دریافت میکردند که تقاضای شما واصل شد، موضوع مورد رسیدگی قرار میگیره و شما بعدا میتونید به سامانه حمایت مراجعه کنید و اونجا درباره تقاضای جدیدتون مطالب رو که هست منعکس بفرمایید. به این ترتیب تقاضاش رو شد به دریافت. البته در ساعت اولیه تر یکی از اپراتوری که زیر بار قرار گرفته بود توسط وزارت معاونت فناوری اطلاعات وزارت آی سی تی خب با مشکل مواجه شد، یکی از اپراتور و ساعتی با یک اختلال فنی مواجه بود، ولی از غروب همون روز به تدریج این اختلالات مرتفع شد و یه روال روانی رو پیدا کرد در دریافت این تقاضاهای جدید و تعدادی که دیشب در تلویزیون تلویزیون شد در حدود 5 میلیون نفر با رفع همپوشانی ها کمی کمتر از 5 میلیون نفر تقاضای جدید هم واصل شد که با معیارهایی که عرض شد در برنامه های گذشته تلویزیونی به اونها رسیدگی میشه. من در مورد معیارها